سلام خدمت همه کاربران سایت مکتب خونه، بنده ایوب کمره‌ای هستم و با دوره آموزش ساخت بازی دو بعدی با نرم افزار بیل باکس در خدمت شما خواهم بود. خب بذارید بریم و یه سری توضیحات براتون بدم. نرم افزار بیل باکس یه نرم افزار بازی سازی قدرتمنده که اصلا نیازی به یک خط کد نویسی نیست برای ساخت بازی در اون. شاید باورتون نشه ولی حتی یک خط هم نیاز نیست کد نویسی کنید. و این را بهتون بگم 150 تا از بازی‌های تاپ گوگل پلی استور همش با بیل باکس ساخته شده، چه دو بعدی چه سه بعدی. توی این نرم افزار میشه بازی دو بعدی ساخت و سه بعدی. دو تا نسخه متفاوت داره، بیل باکس 3 و بیل باکس کلاسیک. بیل باکس کلاسیک برای ساخت بازی دو بعدی استفاده میشه، بیل باکس 3 رو میشه برای هر دو استفاده کرد، چه بازی دو بعدی چه بازی سه بعدی. اما یه سری تنظیمات داره که متفاوته و البته امکانات بیل باکس کلاسیک بیشتر هستش. این امکانات که دارم میگم توی بخش حرفه‌ای ترش متوجه میشید، نه توی این بخش ساده صرفا بخوایم یه بازی خیلی ساده طراحی کنیم. اینها معمولا شبیه به همن، حالا شاید جای گزینه‌ها یه مقدار متفاوت باشه تو هم. و اینکه من توضیح بدم چرا میخوایم بازی دو بعدی بسازیم. ببینید شما اگه بخواید بازی ساز بشید واقعا باید ده ها میکرو گیم ساخته باشید. میکرو گیم یه بازیای کوچیکه، مثلا فلاپی برد یه بازی کوچیکه، این میکرو گیمه. خب بازی دو بعدی، البته بازی دو بعدی میکرو گیم و یه سری تجربیات میده به آدم بازی دو بعدی که این تجربیات رو واقعا نمیشه با ساخت 100 تا بازی سه بعدی اینا رو به دست آورد. بازی سه بعدی سنگینه، بازی سه بعدی شما نمیتونید درک کامل داشته باشی از تمام فضا، از تمام کارها، از هوش مصنوعی ها، هوش مصنوعی دشمن، هوش مصنوعی کاراکتر. حالا کاراکتر از بعضی وقتا هم البته این رو نیاز داره هوش مصنوعی، که شاید باورم نکنید البته بله داریم، که توی بیل باکس البته بیشتر استفاده میکنیم این رو، که توضیح خواهیم داد انشالله اگه به بخش سبودی هم رسیدیم در آینده تونستیم دوره ای زب کنیم برای اون که خیلی خوبه، اونجا توضیح خواهم داد. بازی دو بودی یه سری حالا این تجربیات رو در اختیار شما قرار میده که واقعا مسیر پیشرفت رو براتون هموارتر میکنه. اینو من میگم با زبون واقعا نمیشه خوب توضیحش داد و فقط باید این رو تجربه کرد. شروع از سطح صفر. خب چرا نمیشم از سطح صفر؟ خب معلومه همه بازی‌ها بالاخره بخواد شروع کنه از سطح صفر شروع میشه، اما من میخوام سطح صفر واقعی بهتون معرفی کنم. شما الان چه با آموزش بازی‌سازی توی فضای نت ایران میشناسید که 0 تا 100 باشه؟ 100% الان میگید خیلی بازی هست، خیلی آموزش هست برای این کار. من بهتون میگم یه آموزش هم وجود نداره. یعنی شما میتونید فقط 0 تا 100 نرم افزار رو ببینید. ببینید دو تا عنوان براتون میخونم توجه کنید. آموزش ساخت بازی با نرم افزار بیلد باکس، آموزش ساخت بازی با نرم افزار بیلد باکس، یادتون باشه آموزش نرم افزار بیلد باکس. این دوتا خیلی فرق میکنه. ساخت بازی یعنی چی؟ یعنی بازی از اول ساخته بشه، بره خروجی گرفته بشه، نصب بشه، اگه باگی چیزی داشته باشه اینها برطرف بشه، دوباره خروجی مجدد در صورتی که باگ داشته باشه با یه بازی نهایی به من برسه، من یه خروجی داشته باشم بتونم بدم به افراد بگم آقا شما اینو بازی کنید من اینو ساختم. ولی آموزش نرم افزار چیه؟ آموزش نرم افزار فقط به شما یاد میده که توی محیط نرم افزار بیل باکس میتونید چیکار بکنید. اینجا مثلا میایم کاراکتر اینجوری میکنیم، اونجا انمی اینجوری میکنیم، اینجا فلان و تموم شد. و فرد وقتی این آموزش رو میبینه خود بیل باکس یاد میگیره، اما بازی سازی با بیل باکس رو یاد نمیگیره. یعنی چرا الان من میگم خروجی که از آموزش بازی سازی که توی فضای نت هست واقعا خروجی صفره؟ خروجی میدونی منظورم چیه؟ یعنی اینکه یه بازی ساز تعبیر بده، صفر اصلا بازی ساز نیست. صرفا میان آنریل رو آموزش میدن، حالا مثلا نرم‌افزار آنریل انجین، یا میان یونیتی آموزش میدن، یا میان همین بیل باکس هم. خب این الان چی شد؟ من الان میخوام یه بازی کامل بسازم، بهم یاد بده که چطور بخوام پروژه دیگه رو بسازم، نه همین پروژه. بعضی اومدن 0 تا 100 شو یه مقدار واقعی تر کردن تو آموزش، اومدن مدل ها رو بهتون گفتن چه جوری بیارید، نمیدونم مدل ها رو اینجوری می‌کنیم، خروجی هم حتا می‌گیرید. خب این الان بهتر شد دیگه از پای قبل، ولی اینم باز کامل نیست. الان من این آموزش رو دیدم، بعد این من چطور بخوام پروژه بسازم؟ شاید یه چیزی تو ذهنم باشه بخوام خودم طراحی کنم، خب چطور باید این کارو بکنم؟ اون موقع فکر می‌کنید که بلدید، ولی وقتی میرید پای پروژه می‌بینید نه خیلی واقعا فرق کرده با اون چیزی که فکر می‌کردم، واقعیت دورتر از اون فکر شماست اون لحظه. و البته تو این دوره من 100% واقعا میخوام 0 تا 100 شو بهتون بگم. برای بازی دو بعدی معیار ما بازی دو بعدیه. اینجا اولین کاری که من میخوام انجام بدم ساخت بازی دو بعدیه. حالا بعدا انشالله میگم اگه شد بازی سه بعدی هم انجام بدیم. بازی دو بعدی بیس و پایه و اساس ساخت بازیه برای یک بازی ساز، باید بلد باشه. بی برو برگشت.
و اینکه من میخوام این سفت و صد رو واقعی کنم، واقعا بهتون میگم واقعا سفت و صد واقعی، اینکه چطور من حتی این آموزش رو توی ویدیوهای مکمل بهتون میگم که چطور شما بخواید پروژه رو شروع کنید، چطور از مدل ساز مثلا مدل بخواید، از انیمیشن ساز چی بخواید، اینها این خیلی مهمه، اینو کلی ضرر میکنید تا بخواید یاد بگیرید، یعنی اونجوری که من ضرر کردم و من نمیخوام شما عزیزانم ضرر کنید. بررسی ایده مورد نظر، محاسبه حداقل حداکثر بودجه مورد نیاز، این دو عنوان رو میکنم یه ویدیو، طولانی شد برای همین با یکی ننوشتم، خیلی دراز میشد اینجوری، ولی من این دو عنوان میکنم یه ویدیو. بررسی ایده مورد نظر یعنی میگیم چی؟ میگیم آقا من یه ایده دارم، تو فکرم من یه ایده ساختم، آقا این بازی رو من میخوام طراحی کنم، خب تا اینجا اوکیه. من میگم آقا الان بیایم به واقعیت نزدیکش کنیم، من چی میدونم از این نرم افزار که میتونم این ایده رو پیاده کنم، آیا من واقعا بلدم همون چیزی که دارم بهش فکر میکنم؟ این خودش دلسرد کننده است اگه ندونید روی چه ایده ای فکر کنید. ببینید باید براتون مشخص بشه شما واقعا سطح تواناییتون در چه حده، تو اون سطح توانایی باید برید بازی بسازید، نه اینکه مثلا یه چند تا ایده به ذهنم میرسه. این برای خودم خیلی پیش اومده موقعی که شروع کردم بازی سازی رو، چند تا آموزش میدیدم، آموزش خفن، و حالا بعد میومدم فکر میکردم آره این بازی رو من میخوام بسازم، نمیتونستم بعد مدت گفت ای اینجا رو من چیکار کنم، اینجا رو چیکار کنم، بلد نبودم. دوباره برو آموزش اینو ببین، آموزش اون قسمت رو ببین، اینجا رو اینجوری کن. خب این خیلی واقعا دل سرد کننده است برای افرادی که نخوان دیگه ادامه بدن. خب بعضی بالاخره بیشتر وامیسن، بیشتر تحمل دارن، بیشتر صبر دارن، میرن میگردن و پیدا میکنن، اما اکثرا واقعا نمیتونن دیگه اینقدر بگردن آقا دنبال همه چی، آقا من فقط میخوام یه بازی بسازم، اینکه 100 تا من 100 تا جا رو بگردم برای یه دونه آموزش من بتونم یه بازی بسازم، اون چیزی که تو ذهن خودمه، و بعد از اونم باز برای بازی دیگه به مشکل برمیخورم. من میخوام یه سطحی براتون تعیین کنم، میگم آقا بعد از این دوره شما به این سطح میرسید، دوره که تمام بشه اینو میگم، به این سطح میرسید، این بازی ها رو میتونید طراحی کنید. حالا من نمیگم همه اسم بازی ها رو اسم ببرم، یه چند تا رو براتون مثال میزنم، خودتون برید بررسی کنید که آقا این سبک بازی دقیقاً مثل همونی که مثلا آموزش داده، خب من میتونم اینم طراحی کنم دیگه، بعد میتونید تو اون راستایی که توانایی دارید فکر کنید برای ساخت بازی. حداقل حد اکثر بودجه مورد نیاز چیزی که لطمه بدی بهتون میزنه اگه نتونید خوب محاسبش کنید، خیلی ساده است، من بهتون میگم خیلی ساده است، ولی همین چیز ساده باعث شد من یکی از پروژه‌هام بخوابه. دو سال قبل نزدیک 6 میلیون و نیم من هزینه کردم، حتی بخش انیمیشن سازیش هم تموم نشد، شاید باورتون نشه. حالا اینکه دوستانی که تازه اومدن متوجه نیستن مسیر ساخت بازی چطوره، میگن خب بخش انیمیشن سازی خب پیشرفت خوبی بوده، ولی هیچ بوده، واقعا تو هیچ بوده، اینجوری بهتون بگم. من براتون توضیح میدم اینها رو، دانلود و نصب بیل باکس، یه مقدار کرکش اذیت کنه، حالا اونم براتون توضیح میدم چیکارش کنید. قشنگ میریم از تو وبسایت دانلودش میکنیم، نصبش میکنیم، کرکش میکنیم و اجراش میکنیم. حالا اینجا رب داره به خود نرم افزار بیل باکس، آشنای کلی نرم افزار بیل باکس، یعنی من نرم افزار بیل باکس رو باز میکنم، یه سری توضیحات ساده براتون میدم، نمیام بگم آقا این این فالو همش رو جزء به جزء بگم براتون، این اینجوریه، این گیج میشید، اینجوری نمیشه توضیح داد. خیلی ساده میگم آقا چیزی که برای اول میخوایم اینا از اینجا این کارو میکنیم، تموم شد. 5 دقیقه یه توضیح میدم، بعد میریم سراغ نحوه وارد کردن گیم اسست ها. گیم اسست اصلا ببینید، شما فرض کنید یک گیمرید، کسی که بازی میکنه، چه دو بودی چه سه بودی، اینجا فرقی نمیکنه، هر چیزی که شما تو اون بازی میبینید یا میشنوید، ببینید چه انیمیشن ها، چه پارتیکل سیستم ها، حالا پارتیکل سیستم چی توضیح خواهم داد در آینده، چه پارتیکل سیستم ها، چه نورپردازی، چه عرضم به خدمت، البته نورپردازی نیم اسید حساب میشه، نیم هم اکشن حساب میشه، هر دو با همه، ولی خب باز جزء اسید هاست. در کل هر چی میبینید، صدایی که میشنوید، مدل های دو بودی یا سه بودی فرقی نمیکنه، هر چی میبینید گیم اسیده. ما وارد کردن گیم اسید ها رو بهتون میگیم، طراحی بخشی از مرحله، چون دو بودی باید اینجوری باشه، یه بخش طراحی بشه، انیمیشن ها، انیمی، حالا هر چی که هست اوکی بشه، بعد بخش بعدی، بعد بخش بعدی، بعدی بعدی. تعریف و ایجاد رویداد در بازیه. رویداد مثل چیه؟ ببینید من کاراکتر اصلی ام، مثلا میرسم به یه جایی یه چیزی منفجر میشه، خب این شد یه رویداد. یا یه کاراکتر اصلی توی بازی، مثلا بازی دو بعدی، سکه میخوره، خوردن اون سکه خودش یه رویداده، اون سکه بعد یه رویداد تعریف بشه. رویدادها رو من بیشتر تعریف میکنم براتون، الان نمیشه واقعا کامل تعریف کرد. ساخت یو آی گیم منو، یو آی گیم منو
میشه منوی بازی. مثلا شما هر بازی چه برای ویندوز چه برای گوشی شما کار کنی نصب کنید و بازی کنید میبینید که این منو داره. اینجا زده مثلا بخش اولی زده شروع، بخش بعدی ادامه، بخش بعدی نمیدونم تنظیمات، یا همه اینها این میشه منو. منوی هست، ما منو رو میسازیم و استفاده میکنیم. بخش خروجی این که نرم افزار بیلد باکس خودش به طراحی خروجی اندروید نمیده. چرا؟ یه اکسپورت به ما میده، اون فایل اکسپورت رو نمیتونیم بیاریم روی موبایل نصب کنیم و بعد اینو ببریم توی اندروید استودیو اونجا یه بیلد بگیریم و اون بیلد رو میکنیم خروجی و از اونجا یه فایل APK به ما میده و اون رو میاریم و نصب میکنیم روی بازی، نصب بر روی موبایل، بر روی بازی اشتباه گفتم، نصب میکنیم روی گوشیمون، نصب بازی بر روی موبایل. خب بازی ساخته شد، من میارم اینو تست میکنم. خب ممکنه یه مشکلی داشته باشه توی بازی، ممکنم نداشته باشه، اینم بهتون بگم. اگه مشکل داشت برمیگردیم، اگه باگ داشت برمیگردیم بازی رو از نو، نمیگم از نو میسازیم، یه نگاه میندازیم اینجا مشکلش کجا بود پیدا میکنیم، مشکل رو حل میکنیم و از نو خروجی میگیریم، دوباره این بازی رو تست میکنیم که من تا زمانی که این بازی اوکی نباشه اونجوری که خودم میخوام دست بر نمیدارم دیگه از سرتون، اینجوری بهتون میگم. خب من این ویدیوها رو، این ویدیو رو براتون گرفتم، این صفحه ها رو براتون گفتم، این فقط روند و فرم کلی دور است، یعنی رو این فرم ما میخوایم جلو بریم. خب یه سری ویدیوهایی گفتم که مکمل براتون میگیرم، توضیح میدم راجع به همون پروژه که چطور باید پروژه ایجاد، چطور باید بازی بسازید واقعا از صفر، از کی مدل ساز بخواید، نمیدونم مدل ساز چیکار کنید، این رو توی بخش آخر ضبط میکنم، شما کامل متوجه شدید جریان چیه و بعد از اون بهتر متوجه میشید. این اول میخوام اینا رو توضیح بدم، متوجه نمیشید. خب امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشید، ممنون که تا اینجا با من همراه بودید، موفق و پیروز باشید.